سلام، من فاطمه هستم و این پاورقی قسمت 52 سریال آقازاده است. اما ندرت جلوی چشمان خانواده سوگان توافقنامه را امضا میکند. اصلان و بقیه با تعجب به او نگاه میکنند و ندرت اعلام میکند همانطور که توافقنامه را امضا کرده قصد دارد پیش خانواده زندگی کند. هولیا زبانش بند میآید و حرص میخورد. اصلان هم راضی به ماندن آنها نیست، ولی به ناچار سکوت میکند. افراد ندرت سوغاتی های او را به خانه میبرند و در عرض چند دقیقه بساط او را در خانه میچینند و ندرت و پسرش و خدمتکارش در خانه ساکن میشوند. اصلان به دوین میگوید چرا چنین کاری کرده و ندرت را راضی به امضای قرار داد کرده. دوین جواب میدهد برای اینکه تو کشته نشی و زندگی اون بچه های بیگناه هم خراب نکنی. کروزاده ها و جهان سر یک میز نشستند و از آمدن ندرت حرف میزنند. الیاس با شنیدن نام ندرت کمی توی خودش فرو میرود و مادرش هم چپ چپ نگاهش میکند و میگوید خیر باشه الیاس، انگار تو خودت رفتی. الیاس دست پاچه میشود و میگوید اصلا همچین چیزی نیست، چرا تو خودم برم. جهان رو به سراب میگوید اومدن ندرت برامون خوبه، با اینکه قرار داد و امضا کرده اما این فعلا اصلا رو نجات میده. ندرت و پسرش با اونا کنار نمیان و کم کم درگیری شروع میشه. جهان و سراب تصمیم میگیرند برای خراب کردن کارهای اصلان کارکنان مارینا را تهدید کنند و آنها را از کار کردن در آنجا منصرف کنند. خانواده سوکان در حیات دور هم می نشینند و ندرت از خستگی راه و زندگی که در آدانا دارد حرف می زند. بعد اعلام می کند پسرش بدری هم قرار است در مارینا کار کند و کنار اصلان باشد. اصلان ناراحت می شود و غیر مستقیم شروع به تهدید می کند و می گوید آب و هوای اینجا مثل آدانا نیست. بدری مراقب باشه، خودشو خسته نکنه اینجا. ندرت می گوید حالا که شریک شدیم پسرم دو همه چیز شریک اصلان. اصلان میگوید حرفی ندارم اما پسرت بدونه که مارینا فقط یه رئیس داره، اونم منم. ناگهان سحر با سر و صدا به حیات میاد و با فحاشی رو به ندرت میگوید با چه روی اومدی اینجا، بیا برو. و به هولیا و ایبو میگوید چرا اینا نمیندازین بیرون. هولیا از فرصت استفاده میکند و پیروزمندانه به ندرت نگاه میکند. ندرت کم نمیآورد و به سمت سحر میرود و به زور دست او را میبوسد و ادای احترام میکند. او جلوی خدمتکار و پسرش خود را بی خیال و خون سر نشان می دهد، اما وقتی از آنها رو بر می گرداند عشق چشمانش را پر می کند. هولیا به ایبو می گوید باید این زن رو از اینجا بفرستیم بره. باید بهش بفهمونیم نیازی بهش نداریم. اگه کاری از دستتو بر نمیاد بگو که خودم یه فکری کنم. ایبو که دوست دارد برای هولیا به درد بخور و مفید باشد میگوید خودم یه فکرایی دارم حلش میکنم. هولیا همونطور که حرف میزند آستین ایبو رو بالا میدهد و داروهایش را تزریق میکند. ندرت میگه دو این صحنه را میبیند و فورا یاد گذشته ها میافتد. و قبلا مچ آن دو را زمانی که ایبو زخمای صورت کودک خورده ی هولیا را پاک میکرد و نوازشش میکرد گرفته بود. ندرت نگاه سرزنش آمیزی به آن دو میاندازد و می رود. دوین برای یه خواب به اتاقش می رود و می بیند اصلان هم به همان اتاق آمده و می گوید اینجا اتاق من اصلان، یه اتاق دیگه برای خودت بردار. اصلان می گوید اتاق نمونده، خودت اگه می خواهی می تونی تو بغل عمم بخوابی، اگه نه هم که همینجا بخواب. و خودش دراز می کشد و دوین هم غرغر کنن روی مبل می خوابد. هولیا بازم روی مغز ایبو کار میکند و چیزایی که در این مدت از دست داده را میشمارد و کمک میخواهد. ایبو میگوید من حلش میکنم، یه فکرایی دارم. در مورد پرونده لیلا هم تو توی دادگاه برنده میشی، اصلا نگران نباش. یادت ادعا میکردی لیلا مواد مصرف میکنه و صلاحیت نداره، از همونجا ضربه میزنیم. هولیا قبول میکند و ایبو را در آغوش میگیرد و تشکر میکند. خدمتکار ندرت با دیدن ترگوت از او خوشش میاد و پیش خودش عهد میکند که مخ ترگوت را بزند. او هر وقت ترگوت را در حیات خانه میبیند به سمتش میرود و گرهی از مشکلاتش باز میکند و شروع به لاس زدن میکند. ترگوت از رفتار زن خجالت میکشد و هر بار که او را میبیند پا به فرار میگذارد. به دستور ایبو زنانی در زندان در چای لیلا ماده مخدر میریزند و لیلا بی خبر از همه جا چای را مینوشد. ایبو به خانه الیاس کاروزاده می رود و سر میز او و جهان می نشیند. الیاس به روی او اسلحه می کشد و می گوید یه دلیل بیار که نکشمت. ایبو می گوید برای دعوا نیومدم، اگه برای سرم بیاد آدرس این خونه همه جا پخش می شه و اصلان و پلیسا پیدات می کنن. من به شما کمک کردم که به اصلان آسیب بزنید اما موفق نشدید. حالا که موفق نبودید اون پولی که از من گرفتید و پس بدید. او بعد از این تهدید در حالی که زنده ماندنش را تضمین کرده با خیال راحت بیرون می رود. در حیات ایبو با سراب روبرو می شود و سراب با نفرت به او نگاه می کند و یاد روزی می افتد که ایبو به او گفته بود شنیدم این بر اون بر چرت و پرت میگی و ذهنها رو مسموم می کنی، دیگه این کارو نکن وگرنه بد می بینی. و سراب که سن و سالی نداشت حسابی از او ترسیده بود. جهان متوجه نگاه پر از نفرت سراب به ایبو می شود.
ندرت در خانه سویکانا طبق روال زندگیش در آدانا زندگی میکند و این موضوع اولیا را عصبی میکند و از هر فرصتی برای تهدید کردن ندرت و آسیب زدن به او استفاده میکند. اصلا کارکنان مارینا را در جلسه جمع کرده و به آنها که از تهدیدهای جهان ترسیدند وعده میدهد که اوضاع را بهتر کند و سعی دارد آنها را در مارینا نگه دارد، اما درست زمانی که کارکنان را راضی کرده بدری از راه میرسد و در یک حرکت غیرمنتظر همه را اخراج میکند. اصلا از این موضوع به شدت عصبانی میشود. بدری توضیح میدهد از اینا کم اجاره میگیری، چه خبر؟ مفت نشستن تازه نازم میکنن. من از آدانا مشتری میارم، حساب دستت میاد که رئیس بودن چه جوریه. اصلا صندلیش را به اون نزدیک میکند و میگوید من الان به خاطر نسبت فامیلیمون خیلی دارم خودم رو کنترل میکنم. اون روی منو بالا نیار، بعد یه بار دیگه همچین حرکتی ازت ببینم دیگه نمیشناسمت. نشه در خانهش نشسته و با دوستانش وقت میگذراند و پوز خانه که اصلان آن را از زربون خرید و به او هدیه داده را میدهد. ناگهان پلیس ها میایند و برگه‌ای به نشه میدهند که نشان میدهد او به خاطر داشتن آن خانه به پولشویی برای سویکان ها متهم است. دوستان نشه میترسند و از خانه بیرون میروند و نشه هم کلاش گرفته شده به دوین زنگ میزند و کمک میخواهد. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار.